به برنامه 60 دقیقه خوش آمدید. سرخط خبرها. ادعای اسرائیل مبنی بر صدها حمله به اهداف ایران و حزب الله در دو سال گذشته. جنگ نیابتی اسرائیل و ایران در سوریه به کجا می انجامد؟ در ادامه 60 دقیقه تلاش مضاعف برای آشتی دادن کشورهای عرب و یارگیری علیه ایران. وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفر خاورمیانه ایش وارد عربستان شد. گزارش وال استریت ژورنال از جلسات کمیسیون امنیت ملی آمریکا. جان بولتون 6 ماه پیش خواستار دریافت برنامه پنتاگون برای حمله به ایران شده بود. حالا هر دریوری رو نسبت میده به طرف مملکت ما دیگه، هر اشکالی پیش میاد یا کار انگلیسه یا آمریکاست یا اسرائیل، ما بی گناهیم. میدونم یعنی سایپا مشغول میفروشه، این کار انگلستانه، قانونمون رو پس دادیم و بعد من میترسم. و حکم دیگر برای یک روحانی منتقد دیگر. به دستور دادگاه ویژه روحانیت ایران، حسن آقامیری از پوشیدن لباس روحانیون منع شد. سلام بر شما، من جمال الدین موسوی هستم. شبتون بخیر، من نگین شیراقی هستم. بنیامین نتانیاهو خبری را تایید کرده که یک روز قبل رئیس ستاد ارتش اسرائیل آن را به یک روزنامه آمریکایی گفته بود. حمله های سازمان یافته و متعدد به نیروهای ایرانی و یا شبه نظامیان همسو با سپاه پاسداران به عنوان سیاست مرکزی در سوریه. نخست وزیر اسرائیل گفته تازه ترین این حمله ها بمباران انبار مهمات سپاه در یک پایگاه هوایی سوریه در کمتر از 48 ساعت اخیر بوده. گادی آیزنکوت رئیس ستاد ارتش اسرائیل پیشتر به روزنامه نیویورک تایمز گفته بود که در دو سال اخیر حمله های اسرائیل به ایران و حزب الله تقریبا روزانه دنبال شده. به گفته او تلاشی برای عقیم کردن برنامه بلند پروازان ایران، برنامه برای تشکیل ارتشی چند ملیتی با حضور 100 هزار شیعه از کشورهای مختلف در سوریه. چرا اسرائیل حالا و برخلاف روال اصرار دارد برنامه نظامی خود در سوریه را علنی کند؟ آرایش جدید نیروهای همسو با ایران در سوریه چگونه است؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از مجید خیامدار. کمتر از دو روز بعد از بمباران هوایی فرودگاه دمشق، نخست وزیر اسرائیل تایید کرده که کار اسرائیلی ها بوده. بنیامین نتانیاهو علاوه بر نخست وزیری، سرپرستی وزارت دفاع و وزارت خارجه اسرائیل را هم به عهده دارد. او این خبر را کمتر از دو ماه مانده به انتخابات اسرائیل اعلام کرده. طی 36 ساعت گذشته نیروی هوایی اسرائیل انبارهای اسلحه و مهمات ایران را در فرودگاه دمشق بمباران کرد. حمله های فزاینده اخیر ثابت می کند که ما بیش از پیش برای برخورد با ایران در سوریه مصممیم، همانطور که وعده داده بودیم. بلایل خیل آویر تکف گم بگزره درومیت. او گفته که تا به حال صدها هدف متعلق به ایران و حزب الله در سوریه بمباران شده تا ایران نتواند در همسایگی اسرائیل جای پای تازه‌ای باز کند. آقای نتانیاهو همچنین از شناسایی و تخریب همه تونل‌های مخفی در مرز لبنان خبر داد. تونل‌هایی که گفته شده حزب الله برای عملیات نظامی داخل اسرائیل کنده بود. همزمان سپهبد گادی آیزنکوت اعلام کرده که ارتش اسرائیل تا به حال هزاران هدف متعلق به ایران و متحدانش را در سوریه و لبنان زده بدون آنکه مسئولیتش را به عهده بگیرد. آقای آیزنکوت 4 سال رئیس ستاد ارتش بوده و قرار است همین هفته جایش را به فرد دیگری بدهد. به گفته او اسرائیل قبلا بیشتر محموله های اسلحه را که از مسیر سوریه برای حزب الله فرستاده میشد میزد، ولی از 2 سال پیش راهبردش عوض شد. طبق گزارش او که البته مستقلاً قابل تایید نیست، آن زمان حدود 3000 نیروی ایرانی همراه 8000 نیروی حزب الله و 11000 نیروی شیعه از کشورهای دیگر در سوریه مستقر بودند و ایران می‌خواست شمار آنها را به 100000 برساند. همچنین در پایگاه‌های هوایی سوریه برای خودش پایگاه‌های اطلاعاتی و هوایی مخصوص درست کرده بود. در این شرایط جنرال آیزنکوت توافق کابینه اسرائیل برای تغییر قواعد بازی را جلب کرد و دستور حمله های پی در پی داد. او گفته که فقط در 1 سال گذشته اسرائیل 2000 بمب فرو ریخت.
ولی ایران فقط با شلیک 30 راکت از داخل سوریه به طرف اسرائیل تلافی کرد که آن هم موثر نبود. رئیس ستاد ارتش اسرائیل معتقد است که فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران دچار اشتباه محاسبه شده بود. از یک طرف به خاطر موفقیت در جلوگیری از فروپاشی رژیم سوریه اعتماد به نفس بیش از حد پیدا کرد و از طرف دیگر عزم اسرائیل و برتری اطلاعاتی و هواییش را دست کم گرفت. به گفته او قاسم سلیمانی زمین بازی را اشتباه انتخاب کرده بود و بعد از حمله‌های گسترده اسرائیل دارد نیروهایش را به عراق منتقل می‌کند. این در حالی است که سفیر ایران در بغداد اخیراً گفت ایران دیگر در عراق هیچ حضور نظامی ندارد و بعد از شکست داعش در عراق همه نظامیان ایرانی به ایران برگشتند. این حرف او هم که از افسران ارشد نیروی قدس سپاه و مشاور سرلشکر سلیمانی بوده قابل تایید مستقل نیست. در رویارویی نظامی، اطلاعاتی و تبلیغاتی ایران و اسرائیل نادانسته‌ها بسیار بیشتر از دانسته هاست. حتی وقتی که به نظر می‌رسد معادلات تغییر قابل توجهی کرده. مجید خیام‌دار، بی بی سی. کامران بخاری تحلیلگر امنیت ملی و سیاست خارجی دانشگاه اتاوا از واشنگتن دی سی با ماست. آقای بخاری، چرا اسرائیل میخواد برنامه مهار نظامی خودش در سوریه علیه ایران رو علنی کنه؟ یک زمانی بود که به نفع اسرائیل بود که این قضیه را علنی نکنه، اما الان اسرائیلی احساس میکنن وقت اون فرا رسیده. اسرائیلی احساس میکنن که میخوان بیش از پیش و با شدت و حدت بیشتر این سیاست رو ادامه بدن. برای همین لازم دیدن که بله، قضیه را علنی کنن، بگن ما داریم این کار را انجام میدیم. این یک پیامی رو هم به ایران میفرسته که اگه شما هر گونه ابهام یا شکی داری نسبت به ما، لازمه که دوباره فکر بکنی و تأمل به خرج بدید. میتونه واکنشی باشه به خروج آمریکا از سوریه؟ نه، من این رو بعید میدونم، واقعا بعید میدونم. من فکر نمیکنم که اسرائیلی‌ها منتظر آمریکا بودن که نیروهاشون رو از اسرائیل از سوریه خارج بکنن. به هر حال هم فقط آمریکای 2000 نیرو داشتن و اینجوری هم نبود که این نیروها مثلا مقابله با ایران می‌کردن یا با روسیه مقابله می‌کردن. اینا فراموش نکنید که اینها اتفاقات جدید نیستن، سال‌های سال هست. از زمانی که ایران شبه نظامیان شیعه رو بسیج کرد تا از حکومت بسد حمایت بکنن و نیروهای سپاه قدس رو منتقل کرد به سوریه، اسرائیل مدت‌ها بود عملیات رو انجام می‌ده. برای همین ربطی به خروج آمریکا از سوریه نداره. رئیس ستاد ارتش اسرائیل حرف از حمله‌های گسترده‌تری می‌زنه. هزاران مورد شد، 2000 مورد بمباران. نخست وزیر اسرائیل از صدها حمله حرف می‌زنه. آیا اینها تناقض داره با هم دیگه؟ من فکر میکنم برای اینکه جزئیات هنوز برای خیلی آشکار نیست، یه عده خیلی محدودی این اطلاعات واقعی رو دارند و میدونید وقتی شما میخواید چیزی رو توضیح بدین طبیعیه که خب بعضیا وارد کلیات بشن، صحبت از صدها بکنن، صحبت از هزاران بکنن. مسلما یک مقام نظامی خیلی اشراف بیشتری روی جزئیات داره تا مثلا شخص نخست وزیر که مشخصا در جریان همه بمبارها قرار نگرفت، چون اون یه دستور کلی داد که این عملیات انجام بشه. اما اون فهرست و جزئیات مسلما چیزیست که ماموران اطلاعاتی و بیشتر خبر دارن. رئیس ستاد ارتش اسرائیل به نیویورک تایمز میگه که ایران در سوریه شکست خورده. چقدر این با واقعیت‌های نظامی در سوریه مطابقت میکنه؟ من نمیدونم که این فرمانده وقتی چنین حرفی رو زد گفت ایران شکست خورده واقعا چی داشت فکر میکرد. میدونید بحث ما اصلا از شکست بستگی داره به اینکه تعریف ما از شکست چیه، جزئیات قضیه چی است. این اولین باره که یک مقام اسرائیلی داره اذعان میکنه به وجود چنین عملیاتی و اینطور داره علنیش میکنه. برای همین شاید منظورش اون بوده که اگر اسرائیل این عملیات رو انجام نمیداد اون موقع
واقع رد پای ایران در سوریه بسیار بزرگتر و پررنگتر از الان میشد. شاید به اون مفهوم بله شاید میشه گفت ایران شکست خورده، اما این کلمه یه کلمه بسیار به سنگینی هست، به سادگی نمیشه به کار بردش. شما اوضاع اون منطقه رو دنبال میکنید، اینی که گفته میشه ایران در اونجا در حال عقب نشینیه یا کم و بیش از موضع قبلی خودش عقب‌تر رفته چقدر درسته؟ من فکر میکنم یه جور دیگه بحث رو بخوام مطرح بکنم. شاید تا مثلا یک سال پیش بحث از این بود که اون موقع به سوریه هم حتی اون موقع روس ها هم حتی در این قضیه داخلی بودن، هم با ایرانی ها صحبت میکردن هم با اسرائیلی ها. یه تلاشی پارسال بود که نیروهای وابسته به ایران و کادر سپاه قدس و عوامل اونها رو حدود 50 کیلومتر فاصله از 50 کیلومتری مرز اسرائیل قرار بدن و نزدیکتر نشن. مسلمه که ایرانی الان در احتیاط بیشتری رو به خرج بدن و این هم میدونیم که ایران اون قدرت ضد هوایی و دفاعی رو در برابر حملات هوایی اسرائیل نداره، بر همین آسیب پذیر هستش و مجبور هستش که از نیروهاش در زمین حمایت بیشتری به خرج بره. از همین جهت هستش که ایران خب طبیعیه که ذره عقب نشینی بکنه و سعی نکنه که از اون خط 50 کیلومتری عبور بکنه، ولی نمیشه اسمش رو عقب نشینی گذاشت. اگر عقب نشینی باشه، عقب نشینی تاکتیکی تا اینکه ایرانی فکر کنه که در نهایت میخوان چیکار کنن. ممنونم از کامران بخاری، تحلیلگر امنیت ملی و سیاست خارجی دانشگاه اتاوا از واشنگتن دی سی با ما. میثم بهروش، پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه لوند از همین شهر سوئد با ماست. آقای بهروش، در برابر ادعاهای اسرائیل به نظر میاد که ایران کم و بیش سیاست سکوت رو دنبال کرده، چه دلیلی میتونه پشت این باشه؟ ببین، ایران در مقابله با این فشاری که اسرائیل اونجا در سوریه بهش میاره سعی کرده که استراتژیش رو تطبیق بده، از جمله این که همونطور که توی صحبتاتون مطرح شد نیروهاش رو تا حدی انتقال داده به عراق و در واقع در عراق هم داره یک عقبه‌ای برای خودش ایجاد میکنه. همین سپتامبر، در واقع ببخشید آگوست، رویترز یه گزارش داد که ایران سعی کرده موشک انتقال بده به عراق یا حتی اونجا یک ظرفیت تولید موشک رو ایجاد بکنه، به خاطر اینکه اسرائیل طبق این تغییر یا تکامل استراتژیش در سوریه خیلی فشار آورده، حملاتش رو افزایش داده، حتی گستره حملاتش رو در واقع نه تنها حملاتش رو تشدید کرده بلکه گسترش رو افزایش داده. مثلا توی در ماه ژوئن یک حمله هوایی کرد به نزدیکی های ابو کمال، منطقه الحرا در مرز عراق، هولش 20 نفر از کتائب حزب الله و تیپ فاطمیون رو در واقع نیروهاشون رو اونجا کشت. برای مقابله با این استراتژی ایران سعی میکنه یک در واقع استراتژی، یک صبر استراتژیکی که به خرج بده، با به شکل بی سر و صدا هم در سوریه خودش رو حفظ بکنه، در واقع اون موضعش رو حفظ بکنه و اون عمق استراتژیک رو اونجا نگه داره، هم این که در عراق یک عقبه ایجاد بکنه که اگر سوریه مثلا خیلی قابل دفاع نشد لااقل از طریق عراق بتونه بازدارندگی رو ایجاد بکنه. بله، اینی که گفته میشه حضور نظامی ایران در سوریه ممکنه که محدودتر شده باشه یا در مواردی اونها عقب نشسته باشن، چقدر شواهدی براش هست؟ نشانه واقعی دیده میشه در این باره؟ ببینید، این که ما بگیم مثلا توی سوریه شکست خورده یا عقب نشینی کرده، نه اینطوری نیست، ولی هزینه براش خیلی بالاتر رفته، مخصوصا اینکه در واقع اسرائیل استراتژی دفاعیش رو خیلی تهاجمی تر کرده، به ویژه بعد از شکست، در واقع بعد از افتادن حلب در سال 2000 و در دسامبر 2016 به دست اسد. و آقای آیزنکوت هم توی اون صحبت‌هاش اشاره کرده به اینکه دو سال پیش ما استراتژیمون عوض شد. بعد اینکه حلب افتاد دست اسد، ایران یه ذره با در واقع با آزادی بیشتری اونجا مانور داد. بنابراین اسرائیل استراتژیش رو از اون حملات به نزدیک مرزهای خودش، همون 50 کیلومتر و 80 کیلومتر، این رو به داخل عمق سوریه برد، بعدم حتی به مرز عراق کشوند. در برابر این فشاری که ایران اونجا متحمل داره میشه و حملاتی که حالا 2000 تا حمله رو صحبتش رو کردن،
در برابر این حملات ایران سعی کرده که یه استراتژی اتخاذ بکنه که در واقع اون تلفاتش، هزینه حضور در سوریه رو کاهش بده. یک بخشی از این انتقال در واقع اون قدرت نظامی یا اون عقبه دفاعی به عراق هست. یک بخشیش هم این هستش که به شکل کم سر و صداتر در خود داخل سوریه سعی کنه یک زیرساخت دفاعی ایجاد بکنه برای موارد. وقتمون خیلی کم آقای بهروش، سوال آخر من اینه که گفته میشد راهبرد ایران حفظ اسده، حالا که به نظر میاد آقای اسد سر جاش هست، فراتر از اون ایران چی میخواد؟ ببینید، ایران داره به روز مبادا فکر میکنه، اینکه اگر فردا بنا به هر دلیلی مجبور بشه به سمت سلاح هسته‌ای بره، یا حالا تصمیم بگیره بنا به هر دلیلی به سمت سلاح هسته‌ای بره، اسرائیل امکان این رو داره که حمله بکنه به احتمال بسیار بالا. بنابراین ایران در مقابل این حمله چه گزینه‌هایی برای دفاع از خودش داره؟ نیروی هوایی قوی نداره، توان موشکیش با توجه به اون پدافند هوایی اسرائیل، پدافند موشکی اسرائیل خیلی به اون محدودیت هایی داره. تنها گزینه ای که میمونه میتونه روی اسرائیل فشار بیاره این هستش که اون عقبه نظامی رو در نزدیکی مرزهای اسرائیل، هم از طریق حزب الله هم از طریق اون زیرساخت که سعی میکنه در سوریه ایجاد بکنه داشته باشه. برای من یک بعدش بازدارندگی هست، یک بعد دیگه اش هم همین در واقع صحبت هایی که اینها میکنن و در واقع که ما میخوایم اسرائیل رو نابود بکنیم، ضعیف بکنیم، یعنی صرفاً بازدارندگی نیستش. این تمایل به تضعیف اسرائیل، تمایل به این که اسرائیل رو محاصره بکنن، همچین چیزی هم هست. مثلا همین آقای قیس خزعلی فرمانده النجبا اگر اشتباه نکنم همین اواخر رفته بود مرز لبنان با اسرائیل، اونجا عکسهایی ازش منتشر شد. اینها در واقع پیام‌هایی که به اسرائیل میفرسته پیام‌های بسیار نگران کننده ای هست. از طرف دیگر ممنونم از میثم بهروش، پژوهشگر رابط بین الملل از سوئد با ما. 60 دقیقه رو با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم. وزارت خارجه ایران کاردار لهستان در تهران را در اعتراض به برگزاری نشستی بین‌المللی در این کشور احضار کرده. جمعه پیش مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفته بود یک ماه دیگر کنفرانس جهانی درباره خاورمیانه و با تمرکز بر سیاست‌های منطقه‌ای ایران در ورشوی لهستان برگزار می‌شود. دیروز محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم به تندی از لهستانی‌ها انتقاد کرد و امروز هم مقام‌های سینمایی ایران مراسم هفته فیلم لهستان را که قرار بود در تهران برگزار شود لغو کردند. رایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران میگوید بازسازی سوریه بعد از جنگ بسته به خروج کامل ایران از سوریه است. آقای هوک در مصاحبه با شبکه CNBC گفته آمریکا اجازه نمیدهد اتفاقی که در لبنان و توپ افتاد در سوریه تکرار شود. رئیس جمهوری آمریکا چند هفته پیش گفته بود چون داعش در سوریه شکست خورده آمریکا نیروهایش را از سوریه خارج میکند. باز هم در ایران رسول کوپایزاده وکیل دادگستری میگوید مسئولان دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد در حادثه واژگونی اتوبوس در این دانشگاه به قتل شبه عمد متهمند. این وکیل دادگستری میگوید با اعلام دادستان تهران و به استناد گزارش تیم کارشناسی، راننده دانشگاه آزاد و پیمانکار به یک اندازه در این حادثه مقصر شناخته شدند. در حادثه واژگونی اتوبوس در محوطه این دانشگاه در تهران 10 نفر کشته و 25 نفر هم زخمی شدند. کاخ سفید میگوید گزارش واشنگتن پست درباره جزئیات صحبت‌های دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه توهین‌آمیز است و ارزش پاسخ دادن ندارد. در گزارش واشنگتن پست به نقل از مقام‌های فعلی و قبلی آمریکا آمده دونالد ترامپ بعد از نشست سال 2017 با ولادیمیر پوتین در آلمان از مترجمش خواسته جزئیاتی از این دیدار را به مقام‌های دولتی ارائه ندهد. گزارش واشنگتن پست بعد از آن منتشر شد که FBI تحقیقاتی را درباره احتمال اقدام پنهان ترامپ به نفع روسیه آغاز کرد. وزیر خارجه آمریکا در آخرین بخش سفر خاورمیانه ایش وارد عربستان سعودی شد. مایک پومپئو قرار است درباره پرونده جمال خاشقچی با مقام‌های عربستانی صحبت کند. اما شاید مهمتر از این گفتگوها درباره این پرونده تلاش‌های آمریکا برای متحد کردن کشورهای عربی و ساختن جبهه متحد علیه ایران باشد. فرین عاصمی بیشتر توضیح می‌دهد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید از ریاض خواهد خواست قاتلان جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد سعودی را مجازات کند.
آقای پامپئو در اواخر سفرش به 9 کشور خاورمیانه است و از زمان به قطر رسیدن جمال خاشقجی تا کنون این دومین دیدار او از ریاض است. به رغم فشارهای داخلی و خارجی بعد از قتل جمال خاشقجی، دونالد ترامپ نپذیرفت اقدامی جدی علیه عربستان انجام دهد. دیدار مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان تنها 2 روز بعد از برگزاری مراسم 100th روز قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد عربستانی در کنگره آمریکا انجام می‌شود. قتل آقای خاشقجی که CIA نتیجه گرفته به دستور شخص محمد بن سلمان انجام شده، بر صلاحیت بن سلمان برای رهبری سایه‌ای از تردید انداخته است. دولت ترامپ بارها تکرار کرده که عربستان سعودی شریک این کشور در مقابله با ایران و جنگ با تروریسم است. عربستان شریکی استراتژیک و تعیین کننده است. واقعیت این است که آمریکایی‌ها خیلی روشن گفتند که رابطه‌شان را با عربستان به دلیل قتل جمال خاشقجی محدود نخواهند کرد. مهمترین هدف سفر مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا به 9 کشور خاورمیانه اطمینان دادن به متحدان ایالات متحده است. اطمینان از اینکه خروج آمریکا از سوریه تغییری در استراتژی این کشور در مقابله با حکومت اسلامی یا داعش نخواهد داشت و رویکرد آمریکا نسبت به ایران و تأثیرش در خاورمیانه عوض نخواهد شد. ما درباره موضوعات مختلفی صحبت کردیم. به طور مشخص درباره ادامه جنگ ائتلاف به رهبری آمریکا با داعش. ما درباره مبارزه با تروریسم در سراسر جهان از آسیا و آفریقا تا اروپا و آمریکا صحبت کردیم. درباره مسائل دیگر از جمله اینکه چطور جمهوری اسلامی ایران را مجبور کنیم تا مثل کشوری عادی رفتار کند. خروج آمریکا از سوریه نیروهای کرد YPG را در شمال سوریه نگران کرده است. این نیروها به همراه ائتلاف رهبری آمریکا علیه حکومت اسلامی یا داعش می‌جنگند. اما خروج آمریکا از سوریه این نگرانی را ایجاد کرده که ترکیه به آنها حمله کند. ترکیه YPG را گروهی تروریستی می‌داند. با این حال وزیر خارجه آمریکا گفته درباره این مسئله با مولود چاوشاوغلو همتای ترکیه خود گفتگو کرده و به رسیدن به توافق بین آنکارا و واشنگتن برای حمایت از امنیت کردهای سوریه خوشبین است. مایک پامپئو خواستار تشکیل جبهه عربی متحد علیه آنچه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران خواند شد و گفته که عربستان سعودی در این راه نقش کلیدی خواهد داشت. فرین آسمی، بی بی سی. احمد هاشمی پژوهشگر مطالعات دفاعی و راهبردی دانشگاه ایالتی میزوری از واشنگتن همراه ماست. آقای هاشمی، آقای پامپئو خیلی روی کشورهای اتحاد کشورهای عرب تاکید کرده که بتونن جبهه مستقل و یکسان در مقابل ایران تشکیل بدن. فکر میکنید که موفق میشه قطر رو با عربستان آشتی بده؟ خب خیلی آقای پامپئو این قضیه تاکید داره و به نظر میاد یک نشانه‌ای وجود داره که این موضوع در آینده نزدیک به محقق بشه. ولی خب اون چیزی که مهم هست این هست که ما حالا فراتر از داستان قطر و عربستان اگر نگاه بکنیم، شاهد این هستیم که در این تصویر بزرگتر آمریکا داره آماده میکنه منطقه رو در واقع برای 3 هدف عمده که هدف اصلی در واقع مقابله هست با مقابله کردن با فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی هست و اون چیزی که ازش به عنوان توسعه طلبی شیعه نام برده میشه. هدف دوم و شاید به همون اندازه مهم فروش تسلیحاتی هست. ترامپ بارها خوب تاکید کردن که از فروش جنگ افزارهای آمریکایی به عنوان جنگ افزارهای زیبا نام بردن و صحبت از امکان بیش از 1 میلیون استخدام در آمریکا و در واقع صدها میلیارد دلار درآمدهای از قبل این فروش کردن. و هدف سوم و باز مهمشون این هست که حفظ برتری نظامی و راهبردی اسرائیل در منطقه. خب ما میدونیم که جمهوری اسلامی با اون برنامه‌های موشک‌های بالستیک و برنامه هسته‌ای که داره میتونه این رو به چالش بکشه و بنابراین دولت آمریکا مصمم هست که این 3 هدف رو تأمین بکنه و نگذاره جمهوری اسلامی اونها رو به چالش بکشه. دقیقا شما گفتید آماده کردن منطقه برای رسیدن به این 3 هدف در حقیقت کاری است که آقای پامپئو میکنه. این آماده کردن به چه معناست وقتی از این حرف میزنید که مثلا میخواد تسلیحات رو فروشش رو بالا ببره؟ ببینید این آمادگی من خیلی به طور خلاصه بخوام بگم، ما شاهد این هستیم که به طور مثال صحبت از ناتوی عربی شده و اقداماتی رو دولت امریکا انجام داده در راستای همین بحث
سازش میان عربستان و قطر و تقویت سازمان همکاری در واقع خلیج فارس و حتی افزودن کشورهایی که در منطقه نیستن، کشورهای عربی مثل مراکش، مثل اردن و مصر به این سازمان. و ما شاهد این بودیم که به طور مثال در نوامبر سال گذشته از اون چیزی که به عنوان بزرگترین مانور عربی ازش یاد شد در مصر ما شاهد برگزاریش بودیم. و یک مسئله بی سابقه که ما شاهدش هستیم همگرایی عبری عربی هست که در 70 سال گذشته، یعنی از زمان تأسیس اسرائیل، این بی سابقه بوده و برای اولین بار عرب‌ها و به طور مثال عربستان این اسرائیل رو نه به عنوان تهدید اول بلکه ایران رو به عنوان تهدید اول در منطقه دارن معرفی میکنن. بنابراین ما شاهد یک چنین تغییر وضعیتی در منطقه هستیم. ایران چقدر باید نگران این رایزنی های آمریکا باشه؟ آیا در همین سطح مراودات و سفر باقی میمونه یا ممکنه جنبه های دیگه پیدا کنه؟ نه، این امریکا بسیار جدی هست. البته یک چیزی رو من مایلم اشاره کنم و اون این که دولت امریکا لزوماً به دنبال جنگ نیست. دولت امریکا بسیار علاقمند هست که یک فضای ایجاد بشه که فروش تسلیحاتی بیشتری داشته باشه به کشورهای ثروتمند عربی خلیج فارس و درآمدهای خوبی از این بابت کسب بکنه. ولی ما این در واقع دولت امریکا، دولت ترامپ به دنبال تغییر رژیم یا رژیم چینج نیست اونطور که خیلی ها برش باور دارن، چیزی شبیه به طور مثال عراق و افغانستان. بنابراین از این بابت شاید نگرانی عمده وجود نداشته باشه، هرچند اقدامات نابخردانه جمهوری اسلامی به ویژه در منطقه به طور مثال تنگه هرمز میتونه این فضا رو به سمت این رویاروی نظامی ببره. ولی بیشتر به طور مطمئنا دولت ترامپ به دنبال در واقع فروپاشی رژیم هست یا رژیم کلاپس هست، همونطور که به طور مثال در شوروی و در ما مثلا یمن و ونزوئلا شاهد هستیم. و این آقای ریچارد گودبرگ که اخیراً به شورای امنیت ملی امریکا پیوستن، جز نئوکان‌هایی هستن مثل آقای جان بولتون، ایشون در مقاله‌ای که چندی پیش برای واشنگتن اینستیتوت نوشته بودن توضیح داده بودن که آقای ترامپ به عنوان فردی که آقای ریگان رو و بقیه جمهوری خواهان آقای ریگان رو به عنوان یک بت در نظر دارن و برایش احترام ویژه قائل هستن، گفته بودن که باید آقای ترامپ ریگان بار عمل بکنه. و همونطور که با اقداماتی که دولت امریکا در اون زمان انجام داد و منجر به فروپاشی شوروی شد، فروپاشی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اون کشور، همون رو باید در مورد جمهوری اسلامی باید پیاده بکنن. در نتیجه جمهوری اسلامی باید مطمئنا نگران این مسئله باشه. نکته اینه که مثلا حالا در ادامه همین برنامه بیشتر خواهیم شنید، آقای جان بولتون که رئیس مشاوران امنیت شورای امنیت آمریکاست، از این حالا گزارش هایی از این اومده که به نظر میاد خیلی سریع گزینه نظامی میاد روی میزشون. حالا یک کاراکتری مثل آقای بولتون هست اونجا، یک کاراکتری مثل آقای ترامپ هست، و بعد در خود منطقه هم همونطور که اشاره شد در حال تلاش هستن برای اینکه به یک چنین جوی دامن زده بشه که ایران دشمنه. در چنین شرایطی چقدر احتمال خارج شدن از کنترل وجود داره؟ بله، احتمال اینکه خارج بشه، قضایی از کنترل خارج بشه خیلی زیاد هست. و همینطور که شما اشاره کردین، دولت امریکا دولت یک دستی نیست. ما جریاناتی رو داریم، در واقع همین جریان پومپئو، جان بولتون و دیگران که خب مدام در گوش ترامپ میخونن که باید با جمهوری اسلامی مقابله بشه و در برنامهشون برنامه در واقع حمله نظامی هم جزء برنامه‌شون و روی میز میتونه وجود داشته باشه. ولی خود ترامپ شخصا باور دارم که به این اعتقادی نداره. منتها همونطور که خودتون هم اشاره کردین، ما میدونیم که اسرائیل علاقه وافری داره و عربستان و دیگران که به خاطر اقدامات تخریبی که جمهوری اسلامی در منطقه داره و به عنوان تهدید مطرح هست، این موضوع انجام بشه. ولی باز همونطور که اشاره کردم، دولت ترامپ سیاست کلیش فروپاشی از درون هست و به همین دلیل هم ما شاهد این هستیم که حمایت‌هایی که به طور مثال از اپوزیسیون ایرانی صورت می‌گیره، این هست که به طور مثال از راست افراطی و چپ افراطی، یعنی به طور مثال از
سلطنت طلبان و از مجاهدین خلق این حمایتی که صورت میگیره، این یکی از این نشانه ها هست که بیشتر تمایل به فروپاشی هست تا یک گزینه حمله نظامی. سپاسگزارم از توضیحاتتون. و احمد هاشمی، پژوهشگر مطالعات دفاعی و راهبردی دانشگاه ایالتی میزوری همراه ما. در ادامه این برنامه 60 دقیقه، رزومه میگوید خارج نشدن از اتحادیه اروپا پیامدهای فاجعه باری خواهد داشت. و رقابت در تربیت و آرایش شتر در جشنواره‌ای در ایالت راجستان هند. روزنامه وال استریت ژورنال نوشته جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، 6 ماه پیش خواستار بررسی گزینه‌های نظامی علیه ایران شده بود. بر اساس این گزارش، این درخواست آقای بولتون بعد از پرتاب چند خمپاره به اطراف سفارت آمریکا در بغداد طرح شده. جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، از وزارت دفاع آمریکا خواست تا گزینه‌های حمله نظامی به ایران را به کاخ سفید ارائه کند. ریچارد وایتس، مدیر مرکز تحلیل سیاسی نظامی مؤسسه هاتسون از واشنگتن با ماست. آقای وایتس، وقتی که گفته میشه به پنتاگون یک برنامه نظامی مطرح بکنید، تهیه بکنید، تا چه اندازه میشه موضوع رو جدی گرفت؟ من مطمئنم که پنتاگون طرح‌هایی برای حمله به ایران داشته که دهه هاست که روی اون کار میکنه، راه‌های احتمالی. این که داستانی که الان ما می‌بینیم به نظر می‌رسه که درسته و قابل اعتماده. این که مشاور امنیت ملی آمریکا از پنتاگون خواسته که راه‌هایی برای حمله به ایران رو پیشنهاد بدن، پنتاگون اون در اون زمان شاید فکر کرده که شاید زمان خوبی برای حمله به ایران نباشه و اینکه چه اتفاقی بیفته، ولی اونها دستورها رو انجام میدن و به مشاور امنیت ملی آمریکا گزینه‌های حمله نظامی رو بهشون دادن. تمام این مسئله یک چیز خیلی عادی به نظر میرسه، ولی مسئله اصلی اینه که حمله نظامی اتفاق نیفتاده. کاخ سفید در دست افرادیه که خیلی غیر قابل پیش بینی به نظر میان. کسی مثل مثلا جیمز ماتیس از وزارت دفاع رفته. چقدر خطر جنگ رفع شده؟ چیزی که جالبه در مورد آقای ترامپ اینه که لفاظی میکنه، مثلا میگه که تهدید میکنه که حمله نظامی علیه کره شمالی یا میکنه، یا میگه گزینه‌های دیگه داره، ولی سیاست‌های اساسیش حداقل در زمینه استفاده از قدرت نظامی خیلی جدی نبوده. مثلا در واقع نیروهاش از سوریه خارج میکنه و دو حمله کوتاه در یک مدت زمان کوتاه حمله کرد به سوریه و ادامه هم نداد. همزمان حضورش نظامیش رو در عراق و افغانستان کمتر کرده. اگه یادتون بیاد در مورد ایران، هم پرزیدنت بوش و پرزیدنت اوباما چیزی که همیشه اونا میگفتن اینه که همه گزینه‌ها روی میزه و یکی از لفظایی بود که خیلی دوست داشتن استفاده بکنن. و اگر میگفتن ایران برنامه هسته‌ایش رو متوقف نکنه، آقای ترامپ این لفاظی رو استفاده نمی‌کنه چندان. او خیلی در مورد استفاده از فشار بر ایران و استفاده از تحریم‌ها علیه ایران راجبش صحبت می‌کنه، ولی میگه در نهایت می‌خواد به یه توافق برسه، یه توافق بهتر با ایران. و زیاد در مورد مثلا تغییر قدرت در ایران یا تغییر رژیم در ایران صحبت نکرده. بنابراین من فکر میکنم آقای بولتون، مشاور امنیت ملی، شناخته میشه به عنوان آدمی که دنبال این بوده که به یک چنین برنامه‌ای برسه، اما فکر نمی‌کنم آقای ترامپ به اونها راه بده که اقداماتشون رو بخوان پیش ببرن. فکر می‌کنم علاقه چندانی به استفاده از قدرت نظامی علیه ایران نداره. مدتیه که آمریکا سیاست فشار و تهدید رو علیه ایران تشدید کرده. اگر این جواب نده چیکار می‌خواد بکنه؟ تا الان
مسئله کلیدی این بوده که ایران در واقع خروج آمریکا از توافق هسته‌ای باعث شده که در واقع اروپایی ها هم تا حدودی با اونها همراه بشن، اما اتفاقی که افتاده اینه که باعث نشده که ایرانی ها برنامه های حساس هسته‌ای خودشون رو دوباره آغاز بکنن. بنابراین تا الان ایران همچنان در قالب همون توافق مونده، حتی در حالتی که آمریکا ترک کرده. بنابراین اگر این اتفاق ادامه پیدا بکنه، آمریکا نیازی نخواهد داشت که حمله بکنه به مثلا تاسیسات هسته‌ای ایران، و همینطور صحبت جنگ‌های نیابتی که ایران داره انجام میده، مثلا حمله‌ای که به کنسولگری آمریکا در عراق شده بود و که معمولاً گفته میشه که اینها رو فرماندهان سپاه ایران انجام میدن، اما در با همه اینها تا زمانی که این تهدیدها محدود هستن و این جنگ‌های نیابتی محدود هستن، دولت آمریکا همچنان ادامه خواهد داد به با آوردن فشار بیشتر. همونطور که دیدین آقای پومپئو الان داره سفر میکنه در خاورمیانه و از همه اونها میخواد که متحد بشن علیه ایران. یه کنفرانس دیگه ای هست در لهستان ماه آینده. به نظر میرسه که دلشون میخواد همچنان از دیپلماسی و تحریم استفاده بکنن که ایران رو قانع بکنن که سیاستهاشو تغییر بده. ممنونم از ریچارد وایت، مدیر مرکز تحلیل سیاسی نظامی مؤسسه هاتسون از واشنگتن با ما. یک روحانی ناراضی از وضع موجود در ایران خلعه لباس شد. حسن آقا میری جزو اون دسته از روحانیان جنجالی است که منبرش همیشه جای انتقاد به رویه های حکومت و مهمتر از آن به اوضاع فرهنگی و اجتماعی ایران بود. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. جمهوری اسلامی حکومت روحانیت است، اما همه روحانیت جمهوری اسلامی نیست. به درگاه خداوند متعال استغفار میکنم. چه آیت الله کاظم شریعت مداری باشد که در کودکی جمهوری اسلامی خلع مرجعیت شد، چه حجت الاسلام حسن آقا میری که در بلوغ جمهوری اسلامی خلع لباس میشود ولی امن و سالم میماند تا به سرنوشت خودش بخندد. خلع لباس کدوم لباس؟ لباس روحانیت کلن لباس؟ آره لباس روحانیت، نه کلی که ندادن. آقا میگم من لخمه این تیز درمان نه بگم آقا روحانیت که دیگه این به خاطر همین سخنرانی ها. اگر پای منبر حسن آقا میری نبودید مهم نیست، زیرا با 1.5 میلیون مخاطب در اینستاگرام نقطه مقابل روحانیتی است که در سناگویی از حاکمیت گوی سبقت را از آتش به اختیارها می رو باید. شخصیت های مورد علاقش نه موسا صدر که بیل گیتس و شاعر مورد علاقش نه پروین اعتصامی که فروغ فرخزاد است. آقا ما خیلی بی توجه شدیم خیلی. و روایتش از قرآن و عاشورا، تقوا و گناه، با ایدئولوژی رسمی جمهوری اسلامی فرق دارد. یارو رفته حج برنج احتکار کرده، خیلی مسخره است. رفتی دور کجا بگردی؟ تو رفتی خدا رو دور بزنی، نرفتی طواف کردی. راننده تاکسی میدی، دلار خریدی، بقال، قصد، آخون، هممون تو هرسیم. بعد شما میگوییم ما عاقبت بخیر میشی. هر مذهبی داشته باشی حال کسی رو بگیری بهت بر میگرده. سنگ جلو را کسی بندازی صخره جلو را سبز میشه. وقتی سال به سال ازدواج نیست تو فامیل خودش یارو دقت بکنه میفهمه چه خبره. این همه اختلاس، دزدی، این همه فساد ساچه. حالا یا آخوندی مثلا رفته سینما. آیدیا جامعه که حسوده گرفتار جهالت، راحت میشه بهش دروغ بفروشی چون حسوده میخواد یه اشکالی رو تو طرف باور کنه. کافیه راجب طرفی که این بهش حسادت کرده شما یه شایعه درست بکنی، میخره ازت. دیگه اصلا فکر نمیکنه درسته یا غلطه، تحقیق هم نمیکنه. مسجدایی که تو قمه چند میلیارد خرج مناره ها شده، با این چه کاری نمیشد بکنی؟ مسجد ساخته که 2000 تا آدم تو شامشه، یه پارکینگ واسش درست نکرده، بعد ماشینا رو میارن جلو زندگی مردم پارک میکنن، یارو هر رو لند. بس حاکمیت نیست، بس مملکته. ما داریم مملکت رو نابود میکنیم، یعنی یه جوری داریم از فونداسیون مملکت رو خراب میکنیم که اصلا هیچ نجات دهنده ای نتونه ما رو نجات بده. بعد دروغ میگیم و اینو حکم خدا میدونیم، و دروغ میگیم و اینو عامل حفظ خودمون و جامعهمون و مملکتمون و خانوادهمون میدونیم. زبان و لحن ضد سیستمی و برگشت به اصل دین تا جایی که به وجهه دین مداری جمهوری اسلامی لطمه نزند قبول است و تحمل میشود، ولی آنجا که اختلاف نظر مبنایی و اعتماد به نظام خدشه‌دار شود، دادگاه ویژه روحانیت مهار را محکم به دست گرفته. این تهمتی که
از گناهان کبیره است در یه همچین مواردی گاهی وقتا جایز میشه، گاهی وقتا واجب میشه که این آخر دادگاهی که میکوشد روحانیت را در مسیر نظام نگه دارد، ولی اگر نشد بنا را بر حرف آیت الله خمینی میگذارد: سرکوب کنید ولی نه سرکوب کشنده. اینا عمامه اینا باید بردارن، نمیگن بکشنه، قابل کشتن نیست. این جوانهای غیور ما موظفن که اینا را کتکشون لازم نیست سری بزنن، لکه خواه عمامه را بردارن، نکر اینا معمم بیان توی فرزون. این گفته های آیت الله خمینی امروز همزمان با خلع لباس حسن آقا میری بازنش شد تا یادآور نسل اول روحانیونی باشد که مثل شریعت مداری و منتظری و صانعی با حکومت مشکل پیدا کردند، ولی جای خود را به نسل دومی دادند که مثل احمد قابل و حسن یوسفی و اشکوری و محسن کدیور بیدینی را بر حکومت اسمندینی ترجیح دادند. منبر وقتی منبره که از درد مردم بگه. تا محمد رضا ظاهری که شب یلدا آخرین باری شد که تلویزیون ایران تصویرش را پخش می‌کند. تا محمد رضا نجفی تهرانی و این توییت امروزش از ایران: تا حکومت دینی بر سر کار است، مصائب این ملت و کشور ادامه خواهد داشت و تنها راه سکولاریسم است. چجور ما رو تو انرژی هسته‌ای فشار میده؟ روشن است که با بودجه های چند میلیارد تومانی دولت به نهادهای مذهبی گوش به فرمان مثل حوزه ها و ستادهای نماز جمعه، چشم و گوش قشر مذهبی ایران همچنان در اختیار روحانیتی است که مثل رئیس دادگستری مشهد میگوید داغ و درفش حکومت توشه آخرت است. اوقات به شما 6 ماه شب 6 ماه روز. عجب. چجوری میشه نماز خون؟ با همه این احوال در جامعه همچنان جوان ایران حرف مارمولک ها هم متاع بی مشتری نیست، ولو بی عبا و عمامه باشند. سیاوش اردلان، بی بی سی. رضا انصاری راد، پژوهشگر فقه و مبانی حقوق اسلامی از تهران همراه ما. آقای انصاری راد، در گزارش سیاوش چندین روحانی که در دوره‌های مختلف مخالفت می‌کردن ازشون بهشون اشاره میشه. اما سوال من اینه که برای شمایی که آشنا هستید با اون فضا، تفاوتی بین این نسل‌ها می‌بینید، بین آقای آقا میری و مثلا آقای قابل، یا همه رو یک نوع مخالفت روحانی رو می‌بینید؟ ضمن سلام خدمت شما و بینندگان محترمتون، من البته یک اعتراضی دارم. یک مقدار چینش این روحانیونی که این گزارشگر شما اسم آورد به نظر من یک سری القاعات نادرستی داره، از جمله مقایسه آقای آقا میری با مرحوم آیت الله العظمى شریعت مداری. مقایسه اصلا نمیگم که عنوان مقایسه برای این بود، ولی کلن کنار هم گذاشتن این دوتا اسم ایراد داره. آره، سیاوش داشت تلاش میکرد نشون بده که طیف متفاوتی از این مخالفان چه بوده. حالا من هم سوالم از شما اینه که دقیقا تفاوت اینها چه هست؟ این نسل جدیدی که ما میبینیم دنبال چه هست؟ نیاکنید دوتا مسئله داره. حوزه و دانش آموختگان حوزه دوتا مسئله دارن. یک مسئله دقیقا موضوع مسئلهشون موضوع سیاسی است و نحوه حکومتداری که بالاخره اختلاف دارن، و دوم بعضی حرفها حرفهای متفاوت از قرائت رسمی است. یعنی اونچه که نسل اول و دوم، و نسل اول بیشتر موضوعشون حکومت بود و موضوعشون سیاست بود، و نسل دوم دو هم حکومت هست یا و دوم اینکه حرفا متفاوت از قرائت رسمی. یعنی این رو باید لحاظ کنیم. ما قبلا خب در به قول گزارشگر شما در اون جوانی و نوجوانی جمهوری اسلامی هنوز خوب اون قرائت رسمی کارنامش مشخص نبود و نحوه حکومتداریش مشخص نبود، و نسل اول بیشتر جد داشت، مشکلش بحث حکومت بود، اصلا اینکه چه جور باید حکومت کرد و یا آیا این شکل که داره چی بود. ولی الان دو تا نسل جدید دو تا موضوع رو دارن، هم موضوع حکومت رو دارن و هم موضوع اما خیلی کم پیش میاد که حالا مثلا در مورد آقای آقا میری مخالف آیت الله خامنه ای نبود، یعنی حکومت رو در اون چارچوب حکومت اصلی قبول داشت، میگفت حالا در قوانین باید متفاوت باشه. بله دقیقا. حالا من خیلی با جناب آقا میری آشنا نیستم و خب نه فالوور اینستاگرام ایشون بودم و نه خیلی کاربر
درست درمونی برای این حالا فکر میکنید که چنین اتفاقی، یعنی خلع لباس این آقا چه تأثیری میگذاره؟ آیا باعث میشه مثلا مخاطبانش کم بشن؟ چرا اصلا باید یک چنین مخالفانی خلع لباس بشن؟ حالا اینکه چرا باید اینجور مخالفان خلع لباس بشن، راستش اونهایی که این حکم رو صادر میکنن به نظر من نه تنها نباید خلع لباس بشن بلکه باید تشویق هم بشن، ولی اونهایی که این حکم رو میدن بالاخره نگاهشون نگاه سیاسی است و نه نگاه تسامح دینی. ولی اینکه این آیا این حکم ها موجب افت مخاطبین ایشون خواهد شد یا نه، اساسا منبر، چون ایشون علت ظاهر از منبر خیلی مورد استفادهش بوده، یعنی اینستاگرام برای گزارش منبرها بوده، و به نظر من منبر اقتضاش یعنی بسیار قوی تر از رسانه های ارتباط جمعی امروزه. منبر از اون رسانه هاییست که سابقا روحانیون داشتن و خب خیلی صداش قراست و مخاطبین هم مخاطبین خاصی داره که نه از نظر تعداد خاص، از نظر نوع تفکر خاص یا از نظر نوع نگاه خاص که خیلی گستردن در جامعه. فلذا وقتی ایشون رو منع کنن از اون لباس و به تبع از منبر، قطعا اون مخاطبینش هم افت خواهد کرد. ولی اینکه آیا این حرف ها با اینجور احکام جلوش گرفته میشه، به نظر من اینجور حرف ها شاید در ظاهر یکم رونقش کم بشه، ولی در باطن خیلی عمیق‌تر میشه و موجب میشه نسل بعدی که این حرفا رو داشته باشه حرفای عمیق‌تر و خیلی محکم‌تر و خیلی اساسی‌تر بزنه. اگر خیلی کوتاه جواب بدید، مثلا در گزارش سیاوش آخر شنیدیم که حتی از این صحبت یک روحانی از این صحبت میکرد که باید سکولاریسم در ایران راه بیفته. این تفاوت تا اون وقتی که مثلا آقای قابل یک چنین حرفایی زد، اصلا مطرح شدنش کمی جالبه. خب میگم شما هر چه، خب آقای قابل رو همون در همون سطح حرفاش چیز نشد، باهش مدارا نشد و محرومیت های بسیار کشید، خدا رحمتشون کنه. ولی حالا این حرفا هر چه بسته تر بشه جلوش قطعا عمیق تر خواهد شد و این حرفا میگویید این حرفا خیلی حرفای عجیبی نیست. از یک روحانی زدنش از نحوه به خاطر همون قرائت رسمی که غالب شده بر جامعه و خیلی در رسانه ها خیلی در بوق و کرنا میشه، این حرفا زده شدنش از یک روحانی مقدار جامعه رو برانگیخته میکنه، وگرنه خب حرفای خیلی خاصی نیست. شاید یک استاد دانشگاه بزنه انقدر درش ازش استقبال نشه، ولی وقتی یک روحانی میزنه، چون تلقی جامعه ازش از روحانی همون قرائت رسمی است، ولذا این حرفا خیلی رونق خواهد گرفت. رضا انصاری راد، پژوهشگر فقه همراه ما، ممنون. نخست وزیر بریتانیا هشدار داده که خارج نشدن این کشور از اتحادیه اروپا عواقبی فاجعه بار برای اعتماد عمومی مردم به سیاستمداران خواهد داشت. دو روز مانده به رأی گیری درباره توافقنامه خروج در مجلس بریتانیا، تریزا می در مقاله بار دیگر از نمایندگان خواسته آن را تصویب کنند. همه پیش بینی ها حاکی از رد شدن این توافقنامه در مجلس است. جرمی کوربین رهبر حزب کارگر تاکید کرده که راه خروج از بنبست سیاسی بر سر برگزیت برگزاری یک انتخابات زودرس پارلمانی است. بهرنگ تاج‌دین گزارش می‌دهد. یک شنبه ها مجلس بریتانیا تعطیل است، ولی سیاست در صفحات روزنامه ها و با چاشنی موسیقی در تلویزیون ادامه دارد. قطعه مرگ و دوشیزه اثر شوبرت شاید تمثیلی از شرایط ترزا می باشد. دو روز مانده به رأی گیری سرنوشت ساز درباره توافقنامه خروج از اتحادیه اروپا، او همچنان در تلاش است نمایندگان را از زدن ساز مخالف منصرف کند. نخست وزیر بریتانیا در مقاله‌ای در یک هفته‌نامه خروجگرای دست راستی نوشته: اگر مجلس این توافق را به خاطر منافع ملی تصویب نکند، ما با خطر خروج بی توافق مواجه می‌شویم و همه تردیدی که برای مشاغل و امنیت به دنبال دارد. چنین کاری زیر پا گذاشتن فاجعه بار و نابخشودنی اعتماد به دموکراسی ماست. پیام من به مجلس این است: وقت آن رسیده که بازی را کنار بگذارید و کار درست را برای کشورمان انجام دهید.
ولی خیلی ها در مجلس از جمله بعضی از نمایندگان حامی دولت معتقدند کار درست رد این توافق است. دولت در چند روز گذشته در دو رأی‌گیری مرتبط با برگزیت با اختلاف 7 و 11 رأی شکست خورد. گمان می‌رود سه شنبه مجلس با اکثریتی 3 رقمی توافقنامه را رد کند. وزیر برگزیت تلویحاً می‌گوید مجلس دیر یا زود بالاخره تصویبش میکند. پارلمان باید تصمیم بگیره، ولی فکر کنم چیزی شبیه همین توافق تصویب میشه، چون این توافقیه که خواسته خروج طلبانی مثل من برای کنترل مهاجرت، توقف پرداخت های سنگین و در دست گرفتن اختیار ماهیگیری و کشاورزی رو برآورده میکنه. همزمان به خواسته های کسب و کارها هم احترام میذاره. رهبر حزب اصلی مخالف دولت میگوید ترزا می خیلی چیزها را فدای رؤیای پیمان تجارت آزاد با آمریکا کرده. مشکل اینه که دولت و نمایندگان محافظه‌کار تمام مدت فکر توافق با دونالد ترامپ و یا یکی دیگه بودن، به جای اینکه روی رسیدن به توافق جامع با اتحادیه اروپا تمرکز کنند. در نتیجه به توافقنامه برگزیت رسیدیم که در دراز مدت برای حقوق مردم، مبادلات تجاری و مخصوصا وضعیت در ایرلند شمالی به شدت ضرر داره. اکثر هواداران حزب کارگر خواهان برگزاری یک همه پرسی دیگر و ماندن در اتحادیه اروپا هستند. ولی جرمی کوربین گفت ترجیح می‌دهد نخست وزیر شود و برای رسیدن به توافق جدیدی با اتحادیه اروپا مذاکره کند. ترزا می 2.5 سال گذشته رو با 3 تا وزیر برگزیت مختلف صرف مذاکره کرده. نه کنترل کابینه‌شو در دست داره، نه کنترل حزبش، چه برسه به کنترل مجلس. وقتی دولت چیزی به بزرگی این رأی‌گیری سه‌شنبه رو می‌بازه، در شرایط عادی باید کنار بره و انتخابات برگزار کنه. قطعاً مردم این کشور حق دارن تصمیم بگیرن که کیا باید نماینده پارلمان باشن، دولت دست کی باشه و مذاکره بر چه اساسی انجام بشه. فعلاً فقط از یک چیز می‌شود تا حدی مطمئن بود، اینکه توافق سه‌شنبه در مجلس تصویب نمی‌شود. اتفاقی که شاید ترزا می را مجبور کند غزل خداحافظی با توافقنامه‌اش با نخست وزیری یا حتی با برگزیت را بخواند. بهرنگ تاجدین، BBC. درست 1 سال پیش قتل یک دختر 6 ساله پاکستانی سر و صدای زیادی به پا کرد. این سر و صداها به باور خیلی ها فرصتی شد تا جامعه محافظه‌کار پاکستان نگاه دوباره ای بکنه به مسئله کودک آزاری. اما آیا در 1 سال گذشته چیزی تغییر کرده؟ سکندر کرمانی خبرنگار BBC برای پیدا کردن پاسخ به زادگاه زینب رفت. زینب مادر. مادر زینب لباس مدرسه ای او را هنوز دور نینداخته. یک سال از مرگ زینب گذشته. مادرش میگوید هنوز با این حادثه کنار نیامده. زینب 6 ساله را ژانویه پارسال یک نفر دزدید و کشت. حادثه‌ای که تمام پاکستان را در بهت فرو برد. قاتل زینب پاییز پارسال اعدام شد. خانواده زینب میگویند عدالت اجرا شده، اما هنوز کارهای زیادی باید انجام شود تا کودکان دیگر در امان باشند. هنوز خیلی حادثه هایی مثل این پیش میاد. باید دوربین های مدار بسته رو زیادتر کنند. دولت هم باید درباره سوء استفاده از کودکان اطلاع رسانی کنه و اینا رو در مواد درسی مدارس بیاره. زینب رو بین این زباله ها پیدا کردند. یکی از 8 دختر بچه ای که قربانی اعمال یک نفر شدند. مرگ زینب باعث شد بحث آزار کودکان در پاکستان بالا بگیره. موضوعی که صحبت ازش برای خیلی از کسانی که اینجان راحت نیست و از قربانی ها معمولا حمایت لازم رو نمی کنن. دختر این مرد یکی دیگر از قربانیان قاتل زینب بود. او نجات پیدا کرد، اما هیچ وقت حمایت نشد و مشاوره‌ای دریافت نکرد. حتی از صدای بسته شدن در میترسه. آدم‌های ناشناس رو می‌بینه وحشت می‌کنه. چه کارهایی می‌کنه؟ تو خونه قایم میشه و در رو روی خودش می‌بنده. اگه صدای کسی بلند بشه می‌ترسه. از بعد حادثه اینطوری شد. آپ نے کبھی کسی بھی اجنبی کو مدیر این مدرسه در قصور به بچه ها درباره سوء استفاده از کودکان میگوید. این که اگر کسی خواست آنها را لمس کند چه باید بکنند؟ بخشی از برنامه جدیدی که مسئولان شهر در چند هفته اخیر به اجرا گذاشتند.
What is important is that we communicate. مهم اینه که با هم حرف بزنیم، با بچه‌ها در خونه و مدرسه حرف بزنیم. آگاهی نقش اساسی داره. باید درباره چیزایی که ازشون فرار می‌کنیم حرف بزنیم. At the moment are no-go zones. اور بڑی پریشانی ہوتی. و حالا تلاش برای تصویب قانون زینب برای مؤثرتر شدن رسیدگی به پرونده‌های کودک‌آزاری. خانواده زینب امیدوارند تراژدی مرگ او پیامدهای خوبی هم داشته باشد. سکند کمانی، بی بی سی نیوز، قصور. اقبال لاهوری شعری داره از زبان یک ساربان در مدح شتر که میگه ناقه سیار من، آهوی تاتار من، درهم و دینار من، اندک و بسیار من، دولت بیدار من، تیز ترک گام زن، منزل ما دور نیست. امروز در ایالت راجستان در شمال هند جشنواره شتر برگزار شد، جشنواره‌ای برای بزرگداشت کشتی صحرا. در این فستیوال رنگارنگ صاحبان شترها در رشته‌های مختلف با هم مسابقه دادند، از جمله بهترین تزیین و نقاشی شتر، رقص و حرکات موزون و چند رشته دیگه. 60 دقیقه امشب رو با تصاویری از این جشنواره به پایان می‌بریم.